آدرس توییتر ما میهن تیوی وان. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم در این روز سه‌شنبه 14 دی‌ماه. متاسفانه مدارس در ایران همچنان تعطیل است. نیمه ماه چهارم مدرسه است، یعنی امتحانات ثلث اول دادیم و تموم شده و وارد ثلث دوم از سه ثلث مدرسه میشه، ولی همچنان در ایران تعطیل است. چهارم فوریه است. سال نو بر همه شما نازنینان خجسته باد. این نخستین برنامه سال 22 هست که در خدمت شما هستیم. میریم خدمت آقای شاهین‌پر نازنین. قبل از اینکه به حضور آقای شاهین‌پر برسیم، براتون برسونم که به علت توجه خاص عزیزان به این برنامه خصوصا و اینکه آقای شاهین‌پر برنامه‌های دیگه‌ای رو در تلویزیون ایران فردا دارن که روزهای دوشنبه پخش میشه، به هر حال فکر کردیم که این رو بهتره به روز سه‌شنبه منتقل کنیم که دوستان که علاقمند هستن همه برنامه‌ها رو بتونن تماشا کنن. ضمن تشکر از اون عزیزی که این تذکر رو به من داد، میریم خدمت آقای شاهین‌پر. عرض ادب و احترام میکنیم، سال نو مبارکی بهش میگیم و براش آرزوی بهترین میکنیم در این آغاز سال جدید. آقا سلام میکنم به شما و سپاسگزار از همه مهرت و این فرجهی که در اختیار ما قرار میده. من هم عرض سلام دارم به شما و به همه دوستان عزیزمون، بینندگان عزیز تلویزیون میهن. ممنونم ازت. عرضم به حضور شما که یک سوالی رو یک عزیزی برای من فرستاده بود و اینکه شما راجع به این مسائل که صحبت میکنی، خیلی چهره ها برای ما در تاریخ معاصر ناشناختن و به خاطر اینکه انقدر حرفای حاشیه و زد و نقیض گفته میشه که تشخیص دادن موضوع سخت میشه، لذا به سمت شما میایم که اشراف داری و اطلاع داری و علاقمند به این موضوعات هستید. میپرسه که مثلا به عنوان مثال نقش میرزای کوچک جنگلی واقعا در ایران معاصر چه جایی داره؟ اون که بود؟ اون مأمور روسا بود؟ اون یک آزادی خواه بود؟ یه جمهوری خواه بود؟ اون که بود؟ این یک پرسشه. اگه میل دارید در این زمینه سخن بفرمایید. بسیار خوب. چشم. بگذارید که قبل از که به این عزیزمون یک پاسخی در این زمینه داده بشه، من یه مقدمه کوچیکی عرض کنم برای شما و همه بینندگان این برنامه و یا این تلویزیون به طور کلی. و این است که این برنامه بین من و شما از یک برنامه ریزی دقیقی برخوردار نیست. حالا دوشنبه یا سه شنبه، حالا 10، 11، 12، 1، 2، هر وقت که شد این برنامه میخواد انجام بشه. برای شخص من آمادگی قبلی به وجود نیامده برای این که بیام حضور داشته شم در این برنامه و ببینم که کی چی گفته، چی کار باید کرده. دو، من نمیتونم برای این برنامه، یعنی برای ارتباط با تلویزیون میهن، یک برنامه پیشبینی شده منسجمی مثل همون برنامه تاریخ که در ایران فردا هست تدوین کنم. چرا؟ برای اینکه اون چنین برنامه در هفته 2 روز 3 روز کار لازم داره که کار بشه، اسناد، مدارک، اطلاعات جمع‌آوری شه، پس و پیش بشه، زیر هم قرار بگیره و بشه یک برنامه. این برنامه بلوداهی که نمیتونه انجام بشه. خب در اینجا من
با توجه به مسائل معیشتی خودم که باید یه کارهایی بکنم که زندگی رو بچرخونم، چنین وقت و مجالی برای چنین کاری ندارم. خب بنابراین منحصر شده به گفتگوهای بین من و شما و فراکن و در نهایت بی برنامگی، حتی ساعتش هم مشخص نیست دقیقا. خب و موضوعش هم مشخص نیست، یعنی اینکه بینندگان تلویزیون شما وقتی شما اعلام میکنید که با ناصر شاهین پر میخواید صحبت کنید، نمیدونن که میخوان چی گوش بدن یا چی ببینن. این دیگه نهایت بی برنامگی است. درست. من میخوام یه نظم و نسقی به این کار بدم. اون این است که از طرف شما، از شما خواهش کنم که یک روز و ساعت مشخصی رو تعیین کنید برای این کار. دو، این برنامه رو از حالت گفتگوی بین من و شما بیاییم تبدیلش کنیم به گفتگوی من و شما و همه بینندگان. الان که من دارم میبینم که الان چند هفته است که خوراک این برنامه پرسش های بینندگان تلویزیونه که هر کسی از یک جایی موضوع رو مطرح کرده و ما باید پاسخ بدیم. بیایم این رو توسعه بدیم، بیایم این رو چارچوبش رو مشخص بکنیم، توسعهش بدیم. چرا؟ به طور کلی حرف زدن یک سویه اولا همه جا هست. اگه میخواست اثر داشته باشه داشته، هرچقدر نمیدونم، اما تهاتر افکار، مکالمه بین دو انسان، رد و بدل شدن اطلاعات از سوی موافق و مخالف، مزایای بسیار زیادی داره. بلکه تو این برنامه ما بتونیم روشی ارائه بدیم که چگونه دو نفر مخالف میتونن با همدیگه دوستانه صحبت کنن. به عنوان دو هموطن آرام معنا. خب آقا اجازه بدین یه لحظه به من یه فرجه بدین باش بنشونیم. صدا رو دارین آقای شنگر؟ صدای منو دارین شما؟ خب این یه ذره مشکل داره شما با اینترنت آقای شنگر. آقا صدای منو دارین؟ بله من دارم حرفامو میزنم. بله عرض کنم که صدای منو دارین؟ صدای منو میشنوین شما؟ شکسته دارم. باز همون مشکل پیش اومد. اگه ممکنه خواهش کنم، خیلی شرمنده از شما، یه بار دیگه دوباره وارد بشید، شاید این مشکل برطرف بشه. اینترنت کفاف نمیدهد. ببخشید. بله اجازه بدید که برگردیم بریم خدمت آقای شاهین‌پر، چون موضوع مهمی رو مطرح کرد آقای شاهین‌پر. این چند و چیست در حقیقت این ماجرا و بچه مهمه قضیه اونیست که مطرح میکنه. یعنی ما به خاطر اینکه به خاطر خیلی چیزا، و اولش اینه که اون تصوری رو که من تو ذهنم بود که آیا چه میشود و چه خواهد شد و اینها رو وقتی که تلویزیون رو درست کردیم با یه ذهنیت دیگه اومدیم روی صحنه و گفتیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ولی اون اتفاق نیفتاد و ما هم با همین همت عالی و بودجه مختصری که عزیزان پرداخت میکنن، اسمشون اون زیر هست، این برنامه رو پیش میبریم. واقعیت هم اینه که 6 روز هفته روزی بدون اغراق روزی 9 ساعت 10 ساعت کار میکنیم، گاهی 10 11 ساعت بیشتر،
و تا اینکه این بتونیم سر و سامان بدیم. از این عزیزان هم دعوت میکنیم، گاهن دوستان هستن، بزرگواران هست، ازشون خواهش میکنیم که تشریف بیارند و در خدمتشون باشیم. آقا فکر میکنم مشکل برطرف شد، در خدمت شما هستیم، سراپا گوش هستیم. داشتم یه پیشنهادی میدادم که این برنامه رو تبدیل کنیم به یه برنامه همگانی بین همه دوستانمون، یعنی این که ما بیاییم با تهاتر افکار، با مکالمه، موافق مخالف فرقی نمی کنه، آرام آرام این برنامه سبب توسعه یه بحث صحیح باشه. چون من میبینم که بحثای سیاسی ناصحیح هستند در بسیاری موارد، میبینم که به فحش و فضاحت منجر میشه، حالان که اختلاف نظر سیاسی معنیش این نیست که یکی از اینها خائنه، یکی از اون یکی دیگه خادمه، این پلیده، این فرشته است، اون دیوه، این خدا، نه اینطور نیست. همه ما مردمانی هستیم که زادبوممون و آب و خاکمون رو، مملکتمون رو دوست داریم. بعضی ها فکر میکنیم اینطور بهتر میتونیم این مملکت رو آباد کنیم، بعضی ها فکر میکنن اونجوری بهتر میشه. در نتیجه وقتی معطوف به سابق میشه میگن این آدم بهتر خدمت کرده، اون آدم کمتر خدمت کرده. وجوه موافقت و مخالفت ها ایناست، از نظر سیاسی، از نظر تاریخی، همه اینا. بعد بس گسترده تر بشه، یه نفر بیاد، یک نفر دلش میخواد که یک موضوع تاریخی رو مطرح کنه، مثلا الان که شما فرمودید راجع به میرزا کوچیک خان سوال کردم، یک نفر ممکنه که البته تا حد صلاحیت بنده، باز مهم نیست صلاحیت من، چرا؟ برای اینکه چه بسا در بحثی من و شما از یک بیننده تلویزیون، از یک هموطنمون بیاموزیم، چیز یاد بگیریم، این برنامه بشه کانون تهاتر افکار و یاد گرفتن از همدیگه. داستان معلم شاگردی هم نیست در کار، چه بسا که من از یک هموطنم در بیجند در کرمان یه چیزی بیاموزم که ما باید ازش سپاسگزارم باشم، متشکرم باشم، و خیلی خوبه. و همیشه در این بحث ها اون چیزی که گرانقدره اون جانب آموزندگیشه، که کسی از کسی دیگه چیزی رو بیاموزه، یاد بگیره. اولین آموزش هم نحوه بحث کردنه، اینی که بدونیم که دشمن با مخالف فرق داره. امروز در فرهنگ معاصر ایران مخالف و دشمن رو هم نشستن، یک معنی پیدا کردن. نه، چنین نباید باشه. خب بنابراین این سوالایی که برای شما میاد، اگر ما رسما اعلام کنیم و بینندگان بدونند که این برنامه مال خودشونه، حتی میتونن بیان توی برنامه اگر براشون مقدوره، میتونن اسمشون رو بگن، میتونن نگن. اگر کسی اسمش رو نگفت حتما یه محضورهایی داره، لزومی نداره که از طرف من و شما بهش انتقاد بشه که چرا پشت یه اسم قلابی قایم شدی. نه، بذارید با یه اسم مستعار ولی آزادانه حرف و نیتش رو بگه، اون مهمه. برای که ناصر شاهین‌پر، حسن کاشانی، عباس میلانی، نمیدونم سعید بهبهانی، اینا فرقی ندارن، اینا در کل جامعه 80 میلیونی چیزی رو روشن نمی کنن. ولی یک واحد با یک نظریه، با یک عقل و ذهنیت خودش یه موضوعی رو مطرح میکنه با هر اسمی که دلش بخواد، اونم به خصوص توی تاریخی و موقعیتی که ما میدونیم غلبه سانسور به جامعه چه داره میکنه.
و چه بسا اشخاصی در ایران نتونن اسمشون رو بگن یا نخوان بگن. با نهایت آزادی اشخاص تحت هر اسمی، حتی با تغییر جنسیت، اگه مرده بگه من زنم، ما کاری به این کار نداریم، فقط ما میفهمیم که یه ایرانیه، هموطنه، موضوعی رو میخواد مطرح کنه. همش هم نه که سوال بکنه، چلنج کنه ما رو اگر مطلبی داره و میخواد آقا اینجایی که گفتید به نظر من غلطه، این باید اینطور باشه، و ما باز به او پاسخ بدیم و او دو مرتبه به ما برگرده و آدمهای مختلف و نظریات مختلف. این گفتگو اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه یک بدعتیه در برنامه های تلویزیونی و مشارکت دادن همه در برنامه، اختصاص نیافتن یک کادر زمانی و مکانی به یک نفر آدم که هرچی دلش میخواد بیاد بگه و بره. بگذاریم که اساره افکار بیاد از این برنامه عبور کنه و بره، و خب اونهای هم که میشنوند و در مکالمه شرکت ندارند چیز بیشتری گیرشون میاد. این نظر منه. بنابراین از این هفته به بعد شما لطف کنید ایمیل هایی که نسبت به این برنامه میاد به من فوروارد کنید، و اونایی هم که به نظر خودتون مهمتره یا اولویتی بیشتری از اولویتی بیشتری برخورداره تذکر بدید. من هم وقت دارم 2 ساعت 300 رو اونا فکر کنم، کار کنم، اگر لازمه به کتابی مراجعه کنم، به سندی مراجعه کنم، اسمی، تاریخی، شرایط خاصی رو که تو حافظمون نیست در بیارم و یک جواب حتی مقدور شست رفته‌ای به این بینندمون بدیم، و با جمع بینندگان نسبت به این پاسخی که ما دادیم اگر نظر اصلاحی دارن، نظر انتقادی دارن مطرح کنن و اونا مورد مکالمه قرار بگیره، مجددن مورد بررسی مشترک قرار بگیره، اینطور جلو بریم. یه کاری کردیم که هم استثنائیه، هم بدیه، هم به اعتقاد من مفیده. مشارکت دادن مردم، تو گود اووردن مردم اهمیت داره، ارزش داره. این حرف منه، اگه میپذیرید. خیلی پیشنهاد خوبیه، و البته من اینجور که شما فهمیدین روز برنامه شما همیشه معین بود، یعنی روزای دوشنبه ساعت انتقادی به شما ندارم. نه اصلا نه. شرایط تلویزیون شما، شرایط تلویزیون شما متفاوته با سایر تلویزیون ها. همچنان. شما برنامه روزانه و هفتگی ندارید یا من ندیدم. مثلا اگر با یه آدمی دارید حرف میزنید و حرفتون 4 ساعت طول بکشه، طول کشیده، این معنیش این است که از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد برنامه خاصی وجود نداشته که سر ساعت بعد اجرا میشده که حالا صحبتایی با این آقا اون برنامه رو بخوره. در حقیقت همه بازیه، بازه، بله. محیط تلویزیون شما محیط با، حالا که محیط به این بازیه، بیاییم اینو ما از این طریق بازترش کنیم، همه رو دعوت کنیم بیان. خیلی فکر خوبیه، من 100% اجرا کننده این برنامه من و شما بشیم مدیر این برنامه، در حقیقت بله اپریتور این برنامه، و اجرا کنندگانش همه باشن. دقیقا، یعنی این فکر فیلی مثلا امروز یه آقای راجع به میرزا کوچیک خان سوال کرده، من یه حرفایی میزنم بدون مطالعه قبلی، بدون مراجعه به اسناد و مدارک و چه و چه. خب این حرفای من بعضیاش ممکنه درست باشه، بعضیاش غلط باشه، یا بعضی جهاتش میخوره به اطلاعات ثبت شده در مغز بعضی از اشخاص که منافات داره با اون اطلاعات. و یکی از اخلاقهایی که ما ایرانی ها داریم این است که
آنچه را که راجع به یک موضوعی میدونیم فکر میکنیم این عین حقیقت و واقعیتی. اگر کسی چیزی خلاف اون بگه ما اونو رد میکنیم. حالا اینکه باید اونم جذب کنیم، بعد این دوتا رو هم یه مقایسه کنیم و ده ها حرف دیگه هم در کنارش ممکنه باشه، اونا رو هم جذب خودمون بکنیم، همه رو هم مقایسه کنیم. این بحث به اینجا وقتی برسه نتیجه داره. بله، من راجع به میرزا کوچک خان امروز حرفایی میزنم، طرفداران و مخالفین یا کسانی که در ذهنشون از پیش یه اطلاعاتی جمع‌آوری شده و انباشت شده که حالا حرفای من متفاوته با اون انباشتای ذهنشون، عکس العمل‌های نشون میدن، تکرار میکنیم بس رو تکرار میکنیم، اون وقتی که به نتیجه میرسیم. خب حالا مسئله بیدر و پیکری مملکت در عهد قاجار که مشخصه، ما اینو میدونیم که پادشاهان قاجار جز اون اخلاق ایلیاتی و دانش ایلیاتی و عادتهای ایلیاتی خودشون چیزی دیگری نداشتن. اینها مردمانی بودند که به عنوان مثال عرض میکنم به شکار خیلی علاقه داشتن، به زنبارگی هم خیلی علاقه داشتن. شما امروز از شازده های قاجاری که نوشتند یه چیزی دفتر روزانه نوشتند، خاطرات نوشتند، اگر همه اینا رو جمع آوری کنید 80% این نوشته ها از این شازده های قاجار یا مربوط به شکاره یا مربوط به خانم بازی یا مسائل جنسی و زن و این حرف است. من کتابی دیدم که اخیراً تصحیح شده و چاپ شده و این حرفا که قریبه به 4000 صفحه است. در این کتاب یا بهمن میرزا نامی بیشتر از 4000 بار موضوع شکار رفتن رو مطرح کرد و خسته نشده از این شکار بی ثمر حتی، اما این زندگیشه نوشته. مثلا میگه من و میرزا حسین و میرزا محمد خان و پیشکارمون صبح بلند شدیم سوار شدیم، شازده خانوم هم با ما آمدند، منظورشم خواهرش ظاهرا، رفتیم پشت قلعه حسن خان. پشت دیوار قلعه حسن خان ایستاده بودیم که یه چیزی ببینیم بلکه بزنیم. یه خرگوش اومد رد شد، من بهش تیر انداختم، خوبم زدم اما نخورد. معلوم نیست این خوب زدنی که میگه چیه، انگوششو خوب فشار داده نشون نگیری کرده، خوب نشون نگیری، ولی نخورد و خرگوش رفت. صدها مثال این شکلی تو خاطرات ایشون شما میبینید. بعد آشپز اومد سفره انداخت تو بیابون تو خاک و خور، نهار خوردیم، بعد به دنبال گشتیم چیزی گیر نهی بردیم. آقا داداش که عصبانی شده بود که هیچی گیر نهی بردیم یه کلاغ زد. مردم اینقدر مهمل بودن. زندگی خصوصی ناصرالدین شاه هم که نگاه میکنیم میبینیم که به همین مهملی بوده، منتهی شاهانه. اداره امور مملکت بر اساس نیازهای جهانی دولتهای انگلیس و روس بوده. دولت انگلستان برای حفظ مستعمره هندوستان لازم بوده که حواشی
کشورهای حاشیه هندوستان رو به یه شکل زیر کنترل بگیره. چرا؟ برای اینکه اگر کشوری بخواد بره به مستعمره ایشون در هندوستان حمله کنه، باید پاشو بذاره روی خاکی نرسیده به هند. اون خاک افغانستانه، ایرانه. از اون طرف ممکنه مثلا مناطق نپال و اونجور جاها باشه، ولی بیشتر این وره دیگه، چون مغرب زمینیان که ممکنه طمع داشته باشن به این کار. میاد سیاستش رو بر این میگذره، میاد میگه که خیلی خوب، من برای اینکه پای کسی رو به این مملکت باز نکنم، خودم احتیاجات این مملکت رو برآورده میکنم. یکی از احتیاجات ما نظامیگری بود که فتلیشا رفته بود گاردن رو آورده بود از فرانسوی ها و با ناپلئون تماس گرفته بود و چه و چه. خب انگلیس ها میان شرایط بیشتر میذارن، افسرهای بهتری میدن، میگن آقا اینا رو بیرون کنید، ما همه این کارا رو میکنیم. چرا؟ برای اینکه خود ناپلئون به افسران درجه اول خودش گفته بود که هدف اولتون اینه که راه های به هندوستان رو مطالعه کنید و اگر تأسیساتی لازمه برای سرعت عمل بخشیدن به این کار انجام بدید، بعدم از ایرانی ها دفاع کنید در مقابل روسا. همین مطامه موقعی که ناپلئون با الکساندر آشتی میکنه و قرارداد صلح میبنده باطل میشه. همون آقای گاردن در ایران میمونه بیکار، حتی پاریس هم بهش جواب نمیده به نامه هاش که چرا من اینجا بیکار نگردشتی، تا اینکه بالاخره گفتگوهای انگلیس با فتلیشا انجام میشه و انگلیس ها میان جای اونا رو میگیرن. میخوام بگم که مدار امور دست انگلستان بوده برای حفظ منطقه زیر استعمارش، یعنی هندوستان. یادتون هم باشه که پاکستان فعلی اون موقع جزئی از هندوستان بوده. ایشون برای حفظ این موقعیت لازم بوده که سیاست مدار در ایران تربیت کنه، وزیر امور خارجه درست کنه، سفیران ایرانی رو تربیت کنه برای کشور خارج که مطابق نظر خودش کار کنه، نخست وزیری تعیین بشه که این نخست وزیر منویات انگلستان رو دنبال کنه و جلو ببره، اگر نباشه طرح و توطئه برای کشتن او. و در یک زمان نسبتاً کوتاه همین سیاست انگلیس سبب کشته شدن 3 وزیر ایرانی میشه که اون اولیش رو کسی ازش نام نمیبره به دلیل اینکه قدری بدنام بوده در جامعه ایرانی. اون چیچیه کلانتر اسمش یادم میره، ابراهیم کلانتر که در وزایش شیراز باز کرد روی آقا محمد خان و اون نواده کریم خان کشته میشه و از بین میره. این برای مردم بسیار کار شنیع بوده و خیانت محسوب میشده، در نتیجه از کلانتر بدشون میامده. ولی این کلانتر هم در اون مورد کار سیاست مدارانه و درستی انجام داد، سوا اینکه نمیدونست که آقا محمد خان چه جونوری میخواد از آب در بیاد. اگه میدونست شاید نمیکرد. بگذاریم. و هم موقع که اومد و صدر اعظم آقا محمد خان شد و بعد صدر اعظم فتحعلی‌شاه شد، این آدم سیاستمدارانه رفتار میکرد، به نمایندگان انگلیس پاسخ میداد و پرسش میکرد و چونه میزد و گول هدایا رو نمیخورد. اگرم هدیه بهش میدادن میگفت اینو بدید به خدا اعلیحضرت.
انگلیس ها خواستن این از سر راه بردارند و اولین توطئه دولت انگلستان برای از بین بردن یه نخست وزیری که 100% دنبال رو انگلیسانی است این بود که خودش رو برادراش و برادرزاده‌هاش و تمام خاندانش رو در یک روز در یک ساعت در سر تا سر ایران میکشن به اون طرز فجیع و اون بساطه. میخوام بگم عقلشون اصلاً به امور سیاسی نمیرسید، اصلاً خیر و شر رو تشخیص نمیدادن. حتی یه سرهنگ انگلیسی موقعی که روس ها، حالا میدونیم که روس ها از نظر نظامی و پیاده نظام حرف آخر رو میزدن تو منطقه، هرگز انگلستان از نظر قوای نظامی به پای روسیه نمیرسید. روس ها شروع کردن به پیشروی در شرق دریای خزر. این مناطق رو یکی پس از دیگری گرفتند و جزو خاک روسیه کردند. این پیشروی سبب نگرانی بسیار شدید انگلستان و میدونستن که اگر روسا حالا اومدن ترکمنستان رو گرفتن، اومدن مرو رو گرفتن، اگر از مرو یه خورده دیگه بیان پایین تر هرات هم گرفتن، اگر هرات هم بگیرن اینا مسلطن به هندوستان و میان هندوستان میگیرن. هندوستان مستعمره بود که برای انگلستان همیشه متزلزل بود. چرا؟ برای اینکه این کشور با اون جمعیت بسیار زیادش انبوه عظیمی انسان هندی ضد استعماری داشت که میخواستن با استعمار انگلستان مبارزه کنن، در نتیجه از هر کمک خارجی استقبال میکردن. این مجموعه شرایط سبب شده بود که تا بونه یکی که سیاستمدارای ایرانی حقوق بگیر نوکر و فرمانبردار انگلیس بشه و بودن. حالا این آخر کاری، انگلستان آمده به بهانه تأمین امنیت در جنوب ایران پلیس جنوب درست کرده، 3-4 هزار تا سرباز هندی انگلیسی اونجا گذاشته و مدار جنوب این مملکت رو در دست گرفته. این گروه حالا که به استاندار، به فرماندار، به شهردار و هر کس که اونجا داره یک کاری از طرف دولت میکنه دستور میدن، مملکت در جنوب اون داره میچرخه. سوای این که چندین دوبار هم در توافق‌های پنهانی بین روس و انگلیس اومدند ایران رو بین خودشون تقسیم کردن که آقا تو تا اینجا جلو بیا، اگه تونستی ما هم تو اینجا جلو میریم، مثلا طعمه اینا بود این مملکت. حالا در روسیه جنگ جهانی اول شده و در دوران جنگ جهانی اول اون گروه های کمونیستی آرام آرام توافق پیدا می کنن به جامعه و انقلاب رو سامان می دن که این انقلاب هم در اثر نارضایتی های انحطاط تزاریسم از 1905 شروع شده بود که نیروی دریایی روسیه از ژاپن شکست بسیار بد و سختی می خوره و از اون به بعد بودی که دیگه دل کنده بودن از نظام تزاری و حالا این کمونیستان که دارن، بولشویکان که دارن جون میگیرن و قدرت میگیرن و بالاخره در جنگ جهانی اول با عقب نشینی های ارتش روسیه در مقابل آلمان نارضایتی به اوجش میرسه و لنین این انقلاب رو سامان میده و اونو میشه که میدونیم از موقعی که در روسیه انقلاب میشه لرزه بر اندام انگلستان میفته. حتی انگلستان مبالغ بسیار بسیار زیاد خرج میکنه
برای گروه های ضد انقلابی که اسمش رو روشون ارتش سفید در مقابل ارتش سرخ هواپیما بشون میده، تجهیزات نظامی میده، نیروهای مختلفی رو از طریق لهستان از هر جایی که میتونسته به اینا کمک میرسونده که اینا این بلشویک‌ها رو بزنن که البته موفق نمیشن. یعنی چی؟ یعنی که دولت انگلستان از وجود یک کشور کمونیستی در روسیه شوروی وحشتش صد برابر شد. حالا قبل از این ماجرا، حتی قبل از انقلاب اکتبر، این رو هم بگم که بیاد یه گوشه ای از اطلاعات ذهنی شما، در زمان امیر کبیر، امیر کبیر که به دنبال اصلاحات بود، اینا همه مقدمات میرزا کوچک‌خان ها، اینا رو یادتون باشه، امیر کبیر که در صدد اصلاحات بود و برنامه ریزی کرده بود که توی این مملکت چه بکنه، به فکر رسیده بود که ما مثل عثمانی راه آهن داشته باشیم. در نتیجه یک متخصص مهندس متخصص کار راه آهن که انگلیسی تبار هم بود رو دعوت کرد به ایران و گفت توی نقشه راه آهن به ما بده. اون مهندس انگلیسی توضیح داد برای امیر کبیر که راه تجارت و بازرگانی شما همون ادامه راه ابریشمه، یعنی شرق به غرب. شما یک کشور ترانزیتی هستید. چرا؟ برای اینکه اونچه که در شرق آسیا تولید میشه و میخواد بیاد به اروپا از خاک شما رد میشه و اونچه که اروپایی ها تولید میکنن و باید به شرق آسیا بفرستن باز از کشور شما رد میشه. تمام این کاروان های تجاری شما باید راه آهنی داشته باشید که غرب کشور رو به شرق کشور وصل کنه. برنامه امیر کبیر بر اساس این بوده که جنوب غرب ایران رو وصل کنه به جنوب شرق ایران رو وصل کنه به شمال غرب ایران، یعنی یه خطی از جنوب شرقی بیاد و بره به شمال شرقی، تمام ایران رو شرق و غربش رو به هم وصل کنی، که البته این خط آهن از مرکز ایران چند رشته می شده، یکیش می رفته به مرز بازرگان، یکیش می رفته به مرز روسیه، یکیش پایین تر، اینا بوده. حالا من به جزئیاتش کار ندارم، منتها اساس این بوده که شرق و غرب ایران به هم دیگه وصل بشن برای رفت و آمد. اما با به وجود آمده با توسعه طلبی روس‌ها در منطقه شرقی دریای خزر، دریای مازندران، پیوسته انگلستان در صدد این بود که چه راه‌هایی پیدا بکنه که در زمان کوتاه با سرعت عمل بسیار زیاد در مقابل سپاه پیشروی سپاه روس ایستادگی کنه. بنابراین حالا 20 سال 40 سال بعد از امیر کبیر، انگلستان طرحی ایجاد میکنه که بنادر جنوبی ایران در خلیج فارس وصل شه به بندر شام، که الان اگر از 100 تا ایرانی بپرسید که بندر شاه رو دیدی، بندر شاه کجاست، چجور بندریه، چجور شهریه، چجور مردمی داره، یکیش هم نمیدونه. چرا؟ برای اینکه نقطه ایست بسیار بسیار دور افتاده وسط ترکمن ها در حقیقت، و هیچ جنبه تجاری و بازرگانی برای ایران نداشته و نداره. چون تمام مقدرات این مملکت دست انگلیسا بود، میان نقشه راه آهن ایران رو
در این مسیر تدوین میکنن، نه به خاطر اینکه در جنگ جهانی دوم بشه پل پیروزی، به خاطر اینکه قبل از جنگ جهانی دوم که روس‌ها داشتن در شرق دریای مازندران روز به روز پیشروی میکردن و این مناطق رو میگرفتند، ترکمنستان رو، تاجیکستان و قرقیزستان و اینا همه خاننشین بودند. بسیار از این خاننشین ها تابع ایران هم بودند، تازه مثل منطقه خوارزم. حتی برای گرفتن ترکمنستان ناچار میشن که نگاهی به مالکیت ایران هم نسبت به این منطقه داشته باشن و با ناصرالدین شاه قرارداد آخال رو میبندن. قرارداد آخال چی بود؟ این بود که چون ترکمن ها میان پایین و از ایرانی های خراسان شمالی آدم ربایی میکنن، دزدی میکنن، اموال رو و انسان رو میبرن و اذیت میکنن، آزار میرسونن، که دلیلش هم شیعه و سنی بود، اونم باز مطلب دیگری است. بیایید این منطقه رو در اختیار نیروهای نظامی روسیه بگذارید و ما این مردم رو تربیت میکنیم و جلوشون رو میگیریم که دیگه از این به بعد آزاری به شما نرسونن. چون اون آزاری که ترکمن ها میرسوندن فوق‌العاده زیاد بود و هیچ کاری هم نمیشد جلوش کرد، این بود که ناصرالدین شاه به این هم راضی شد و قرارداد آخال رو امضا کردن. با امضای قرارداد آخال در حقیقت مرو از ایران جدا شد. بنابراین ما میبینیم که از یک سو انگلیس ها توی این مملکت حاکمیت مطلق دارن، هر غلطی دلشون میخواد میکنن، هر برنامه ریزی که دلشون میخواد میکنن، از اون طرف روسا قدرت دارند و هر کاری لازمه میکنن. که البته من به شما بگم منطقه شمالی ایران عملا با انگلستان تقسیم شده بود، یعنی شما در سر تا سر ایران فقط کالای روسی میدید، از مدخال روسی، پارچه روسی، قند روسی، نمیدونم ظرف و ظروف رو، همه چی روسی بود. در جنوب همه چیز انگلیسی بود، از پارچه بگیر تا محصولات غذایی روزانه مصرفی، همه چی اون بازار انگلیسا بود، اونجا بازار روسا بود. منافع اقتصادیشون هم ضمناً داشت، اما منافع استراتژیشون خیلی خیلی با اهمیت تر و بالاتر. حالا که روسا انگلیس ها آمدن کمک بسیار زیادی کردن، نتونستن جلوی پیشروی کمونیست ها رو بگیرن، کمونیست ها روسیه رو گرفتند، که هنوز البته باقی مانده منشیویکا و ارتش سفید و اینا هنوز در روسیه هستند و دارن می جنگن. دولت انگلستان تصمیم میگیره که علاوه بر پلیس جنوب یک گروه نظامی رو بفرسته به شمال ایران و این کارو میکنه. وطن پرستان ایرانی متوجه میشن که این مملکت دیگه از مملکت نیست، شده طویله، شده کاروانسرا. خیلی آدم ها بودن که با حضور ارتش انگلیس در شمال ایران مخالفت داشتند، خانها، ثروتمندها، آدم های بانفوس، اینا زیاد بودن. میرزا کوچیک خان چه مشخصاتی داشت این موقع؟ یا آدمی بود که نماز میخوند، روزه میگرفت، خیلی خیلی آدم مؤمنی بود و این آدم مؤمنه نماز خون، روز خون، چه و چه، برای مبارزه با حضور ارتش انگلیس در شمال ایران آمد یک گروه مسلح تشکیل داد و با اینها شروع کرد به جنگ های چریکی انجام داد.
اینجا میرزا کوچیک خان هدف میهن پرستانه ای داشته، در این هیچ تردیدی نیست. استقبال مردم از میرزا کوچیک خان سبب میشه که ایشون سریعتر از اونی که فکر میکرده رشد کنه. اینم یک طرف. حتی به آذربایجان هم سرایت میکنه از گیلان و میخواد که شهرهایی رو در آذربایجان بگیره. مقامات غیر انگلیسی وطن پرست ایرانی در مرکز وجود میرزا کوچیک خان رو مغتنم میشمرن. اما از اونجایی که میرزا کوچیک خان به عنوان یک طاغی شناخته شده، نمیتونن مستقیما باش رفاقت کنن، نمیدونم داد ستد باش را بندازن، در گفتگو رو باش باز بکنن. مصطفی الممالک که چندین دوره نخست وزیر بود، در دوران نخست وزیریش یک نفر رو واسط کرده بود بین خودش و میرزا کوچیک خان. این میرفته و میومده با اسمی غیر از میرزا کوچیک خان و باز با اسمی غیر از مصطفی الممالک که جایی درز نکنه. یادداشتای رد و بدل می شده، راهنمایی هایی می شده. حتی یک بار مصطفی الممالک میگه که انقدر نخواهید برید شهرهای آذربایجان این طرف اون طرف نیروتون رو مصرف کنید، این نیرو رو در جنگل توسعه بدید و در یک جا باشید که در موقع لزوم به درد بخوره. یعنی چی موقع لزوم؟ که یعنی بیاید ترانه بگیرید. تمام کارمندان دولت، تمام پیشورها، کاسبها صبح که می رفتن سر کارشون، بحثشون این بود که میرزا کوچیک خان کی میاد، میرزا کوچیک خان کی میاد. یک چهره ملی شناخته شد. حالا یک دوست ایرانی، من از وجود چنین کتابی خبر نداشتم، دو سه سال پیش یک دوست ایرانی از ایران دو جلد کتاب برای من فرستاد که یکیش مجموعه تلگراف های تلگراف خانه گیلان و تهران ظاهرن درباره میرزا کوچیک خان. این کتاب حاوی، حالا عدد نمیتونم بگم، شاید 100 تا 120 تا تلگرافه. تمام این تلگراف ها رو که پشت سر هم بر حسب تاریخ نوشته شده، انسان وقتی میخونه متوجه میشه که تمام اجزای این مملکت طرفدار میرزا کوچیک خان، حتی پلیسشون. براتون مثال میزن، پلیس مرکز یه تلگراف فرستاده به پلیس گیلان که آقا آقای ابوالفضل دعیانی، حسن رضایی، کی چند تا اسم الان علکی میگم این اسمارها، این چند نفر ما شواهدی داریم که اسلحه میدن به میرزا کوچیک خان، فوری اینا رو دستگیر کن. تلگراف بعدی داریم از طرف گیلان به تهران که حضرت مستطاب جناب آقای ریاست محترم بعد از تعظیم و تکریم و چه و چه حسب الامر ما این چهار نفر رو دستگیر کردیم و اینها رو تحت بازجویی بسیار شدید قرار دادیم. آقای حسن مثلا دیانی، حالا یه اسم، قسم به ابوالفضل عباس خورد که اصلا میرزا کوچیک خان را نمیشناسه. عباس فلان رو تحت بازجویی شدید قرار دادیم. ایشون به ما ثابت کرد که اصلا راه سومه سرا رو بلد نیست، تا به حال در عمرش قدم تو راه سومه سرا نگذاشت و ما به ناچار این چهار نفر رها کرد. تلگراف ها همه از این دسته.
تلگراف ها نشون میده که در اون زمان مردم ایران، رجال سیاسی ایران، روشنفکران ایرانی دل بسته بودن به میرزا کوچیک‌خان. حالا هیچ کاری نیست که به دلیل رقابت قدرت های بزرگ دچار تزلزل، انحراف، انحطاط نشه. یه عده‌ای هم با اعتقادات کمونیستی آمدند و با میرزا کوچیک‌خان متحد شدند و به میرزا گفتند که حالا که ما داریم با انگلیس ها می جنگیم و انگلیس ها دشمن روسای بلشویک هستند، ما میتونیم از بلشویک ها کمک بگیریم. این حرف به اونجا رسید که حتی بین میرزا کوچیک‌خان و لنین مکاتباتی هم انجام شد. چه میزان کمک از اون سو به این سو شد ما نمیدونیم، ولی شده. اطرافیان کمونیست علی‌رغم میل میرزا کوچیک‌خان رشت رو میگیرند و حکومت کمونیستی با حکومت بلشویکی رشت رو اعلام میکنند. میرزا کوچیک‌خان با این کار مخالف بوده، قهر میکنه و به جنگل میره و با این قهر کردن به جنگل رفتن تعداد کثیری از یارانش رو هم از دست میده. گروه قزاق ایران، این گروه قزاق گروهی است که روسا ساختن تعارف کردن به ناصرالدین شاه، ولی حالا زیر نفوذ افسران انگلیسی هستن. این گروه قزاق که میره با میرزا کوچیک‌خان و دستگاه میرزا کوچیک‌خان میجنگه، فرمان اولیه از انگلستانه و نوکران انگلیس در ایرانه تا به اونجایی میرسی که میدونیم. وگرنه این که ما بذاریم اینو به حساب این که رضا شاه همه ناامنی ها رو برطرف کرد، مملکت رو امن کرد و بعد پادشاه شد، موارد درستش هم هست، مثل زدن سیمیتکو، بله هست. اما در مورد میرزا کوچیک‌خان و در مورد اون ای به این برنامه اینه که اسم یادم نمیمونه دیگه، اون افسر خراسانی که کشته شد، در مورد اینها، اینا آدم های وطن پرستی بودن. پسیان، اینا آدم های وطن پرستی بودن و اینا با نفوذ خارجی میخواستن مبارزه کنند. منتها گروه قزاق زیر نفوذ انگلستان بود و فرمان میدادن که برید به این گروه بجنگید، برید با این گروه بجنگید، این کارو بکنید، این کارو بکنید. بله، یک ایرانی به دست یک ایرانی کشته شد. البته میدونیم که میرزا کوچیک‌خان قبلا یخ زده بود، مرده بود، فقط یه نفر سرش رو می‌برد. اما اگر نیروهای نظامی رسمی ایران میرزا کوچیک‌خان رو بگیم زدند، این همون نیرویی بود که مجلس هم به توپ بسته بود، این همون نیرویی بود که در همدان با پسیان جنگیده بود. یعنی هر کاری که انگلستان میخواست میکرد. این ملاک نیست. و بعد اینکه بیایم آمار برای خودمون درست کنیم، دیدم یکی از بینندگان به عنوان ایجاد امنیت در مملکت از اون دزد کاشانی اسمش چی بود؟ دزد معروف راهزن کاشانی، حالا اسمش یادم رفته، که نوشته بود که رضا شاه اون رو هم زد.
چی کاشی، آره میرزا حسین کاشی همچه اسمایی یادم. اون وسوق دوله گرفت کشتش، اون وسوق دوله در زمان نخست وزیریش که وعده اصلاحات داده بود، مقدمه ای بود برای تدوین قرارداد نایب حسین، برای قرارداد 1919 که قدرتی از خودش نشون بده در زمان احمدشاه و امنیتی ایجاد کنه. دنچه نایب حسین و برادراش و پسراش رو گرفتند و دار زدند و این کار رضا شاه نبود که یکی از شماها برای من نوشته بودی. اون موقع که نایب حسین کشته شد رضا شاه سرباز بود. بگذاریم. به حال شخصیتی که من از میرزا کوچک‌خان میشناسم یک شخصیت وطن پرسته که به نفوذ هیچ خارجی نخواستن در بده و میخواست نفوذ خارجی رو در این مملکت قطع کنه و جنگید با خارجی ها، خوب هم جنگید چون در جنگل بود و کارهای چریکی میکرد و بلد بود و مردم و میلیون ایران هم دوستش داشتن و منتظرش بودن، آرزو میکردن که بیاد تهران رو بگیره، از این هیکل گند و کثافت فرو بریزه. ولی تبلیغات بعدی میرزا کوچک‌خان رو از جای خودش برداشت و جای دیگری نشاند. عرض من در این باره فعلا تمومه تا اینکه کسی اظهار نظری داشته باشه بگه ما مطالعه کنیم به جواب. بسیار آقا ممنون، خیلی خیلی تشکر از شما برای اینکه همینجوری به قول خودت بلبداهه و بدون اینکه بدونی ماجرا چیه، ما از شما خواهش کردیم که راجع به این موضوع صحبت کنید و شما صحبت کردی. خب این نشون میده که در حقیقت تفوق شما به موضوعات همین همه سر دست شکسته، اینی که نه اسم یادمه نه تاریخ یادمه، سر دست حرفای سر دست شکسته بهش میگم، ابی نداره، همینطور جلو بریم باز خوبه. آره پرامورین هم کار میکنیم، از این به بعد از دوستان میخوایم که حتما حتما برای ما ایمیل بزنن یا به خود آقای شاهین پر، اگر به من بزنید خیلی بهتر خواهد شد، مطمئن باشید که حتما رسیدگی میشه. بنابراین ممنون از شما، سپاسگزارت هستم و برای شما بهترین رو در این سال جدید آرزو میکنم. ممنون. من هم با همه عزیزانم خداحافظی میکنم. تشکر از شما. خداحافظ. به حال شنیدیم فرمایشات آقای شاهین‌پر نازنین رو، امیدوارم این صحبت ها کمک کنه به ما و مجدانه خواهش میکنم که پرسشاتتون رو مطرح کنید و بذارید که اتفاق خوب بیفته. از اینکه دنبال میکنی ازت ممنونم، برای تو نازنین نیز بهترین رو در این آستانه سال نو و آغاز سال نو آرزو دارم. ممنون از همه محبت هایشون. مرسی.